لغت آلترناتیو به معنی جایگزین است. در فرهنگ سیاسی دو معنا برای آلترناتیو وجود دارد. یک، در کشورهای دموکراتیک به حزبی که در مقابل حزب حاکم قرار می‌گیرد و خود را برای کسب قدرت در انتخابات بعدی آماده می‌کند، آلترناتیو یا دولت سایه می‌گویند. دو، در کشورهای غیر دموکراتیک منظور از آلترناتیو تشکلی است که قصد سرنگون کردن قدرت حاکم را دارد و از برنامه‌ها و نیروهای لازم برای تحقق این هدف برخوردار است. مهمترین خصوصیات آلترناتیو برای حکومت‌های دیکتاتوری. نیروی آلترناتیو نیروی فداکار، از خودگذشته و رزمنده است که دشمنیش با نظام حاکم ظالم برای همگان روشن است. این نیرو که همواره در جنگ با دشمن بوده، شهدای زیادی را تقدیم خلقش کرده است. اسرای زیادی در هر دوره در زندانهای دشمن داشته و دارد. زندانیانی که مقاومت و ایستادگیشان چه بسا باعث اعدام و شهادتشان شده باشد. این نیرو به هدفش ایمان دارد. هدفی که همان آزادی مردمش می باشد، برایش از همه چیز مهمتر است. از جان، مال، خانواده و غیره. آلترناتیو از دل مردم و اجتماع خودش برخواسته و برای آنها مبارزه می کند. نیرویی است که متکی و مجهز به اطلاعات مردمی است و در شرایطی که دشمن به سرکوب گسترده دست زده است، با ریشه هایی که در میان مردم دارد، می تواند با به دست آوردن اطلاعات نظام حاکم، واقعیت و ماهیت آنها را افشا کند. آلترناتیو به هیچ قدرتی وابسته نیست. به معنای واقعی کلمه مستقل است و به طور خاص از نظر مالی تنها به خود و به مردمش و هوادارانش وابسته است. آلترناتیو باید دارای یک تشکیلات قوی و دموکراتیک باشد. آلترناتیو باید رهبری مشخصی داشته باشد که از دل نبرد با رژیم حاکم که دشمن مردم است سربرآورده و در طی سالیان در صحنه‌های سخت و حساس صداقت و صلاحیت خود را نشان داده باشد. رهبری که دستی در آتش مبارزه با دیکتاتوری داشته باشد و بهای همه رنج‌های آن را داده باشد. آلترناتیو باید در برگیرنده طبقات و اقشار مختلف جامعه و خواهان یک نظام دموکراتیک باشد. نیروی آلترناتیو باید از نظر بین‌المللی شناخته شده باشد و این شناخته شدگی را طی مبارزه سالیانش کسب کرده باشد.